مادر امام رضا یکی از اسماءشون مارسیاس، اهل حضرت رضا طرف مادر فرانسوی نژاده. حضرت رضا طرف مادر فرانسوی نژاده، اهل مارسی شهر فرانسه است. نژاد فرانسوی امام رضا طرف مادر. خب ببینید الان ایشون روحانی حکومتی انقلابی است، ولایت مدار هست، از این همه اعتبارات که نمیشه به سادگی گذشت. کشف کردن که امام هشتم امام رضا مادرشون از مارسی بوده و دیگه بقیه مسئولیت چند با خودشون هست حتما، و باز دانشمندان دیگری هستن در رسانه‌های حکومتی انقلابی مکتبی ولایتی. یکی از دانشمندان، بله دانشمندان ولایت مدار، باز هم در همین زمینه، حتی پای اسرائیل هم ببینیم و هم میبینیم. خداوند جوری تنظیم میکرد که این چهارده معصوم ما به یه جای خاصی فقط وصل نباشن، به همه زمین. ما میبینیم که مثلا دختر یزدگرد آمده تو اسیر و چه رفته شده، خانم امام حسین امام زین العابدین آمده که خب مادر مطلبیست، خب اصلا گای قیافه و اینا که خب اگه بگم امام زین ایرانی خب مادرش بله. میبینیم امام عصر مادرش دختر روم قیصب از بنی اسرائیل، چون اولادش همون صفاست، و اصلا این مادر گونه ای مثلا حتی روی بچه که امام زمانمون اثر داره که اصلا اندام امام عصر ما اسرائیلی، یعنی استخوبندی که میخوان اختصاص که اظهاره قربت نکنند، بیگانگی نکنند. آقا مال خودمونه. الان مثلا دختر من، خب بچه ها به منم ربط داره، بچه ها مادر آقا مال مغرب بودند از جایی، و البته خدا میخواست اینو، یعنی به اون طرف وصلن. مادر امام هشتم مال طرف های فرانسه هند. اصلا ائمه یه جوری وصل میشن به همه جهان که اظهار بیگانگی مردم نکنن به اینا، مثلا مال خودمونه. اصلا یه خورده برفتن نزدیکتر دقت میکردن شکل و شمایل همون مادر، مادر امام زین العابدین علیه السلام فهمیدید ایرانی بود. بله بله، خب دختری از زگر بود خیر اومدن. بله تو سرا امام حسین که ایشون بود، ایرانی ها لایزان میگفتن امام حسین داماد ماست و ما دایه. خب ملاحظه کردید اطلاعات تازه توسط دانشمندان و علمای ولایت مدار پس از انقلاب، این اطلاعات رو مگه میذاشن ما دسترسی داشته باشیمش؟ مگه شیعیان مرتضی علی در ایران امکان داشت کمچین اطلاعاتی رو دسترسی داشته باشن؟ یا اگرم میدونن چه زجری کشیدن این علمای ما؟ این همه گنج علم و معرفت و دانش و اطلاعات و نتیجه پژوهش ها دود چراغ خوردن ها، این درس خارج، درس خارجی که در میخونن در حوزه، شما نمیدونید که چقدر زحمت داره و چقدر بعد. حالا راجع به اون بحث دیگری است، این درس خارج رو علما بعد از انقلاب به کجا رسوندن، به چه سطحی رسوندن، سطح هم داریم در حوزه درس میدن. ولی پیش از انقلاب اساس خود قضیه اینه که میگن مثلا سه شعار داده میشد، جمهوری اسلامی، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، ما نه مستعمره بودیم که شعار استقلال سر بدیم به اصطلاح، نه شعار مشترک، مفهوم مشترکی از آزادی داشتیم، مثلا فداییان اسلام با چریک های فدایی، جبهه ملی با مؤتلفه، اینا چه مفاهیمی از آزادی مشترک داشتن، اینا مغرضن، اینا رو میگن. به هر حال آزادی همین دانشمندان و همین ولایت مداران و اینا بود دیگه. اینا آزاد نبودن که شدن، که میبینید چقدر ما شکوفا شد علم و دانش و اینا. و یا جمهوری اسلامی کسی چیزی ازش نمیدونست و اینا، این نبود. همه اینا مفهوم مشخص و روشنی داشت، از جمله جمهوری اسلامی. ما برداشتی که از دین داشتن مسلمانان قبل از انقلاب، خب یک برداشتی فکر میکردن مثلا فرض کنین کارهای نیک کردن، از جمله آزار نرسوندن به این و اون، از جمله سر کار خودگر بودن و به کار دیگران مزاحم دیگران نشدن، عیسی به دینش، موسی به دینش، از این حرفا بود. یعنی مسلمانی اینجوری تعبیر و تفسیر می شد و عمل می شد در مراحل بسیار زیادی، از همون سرچشمه بگیریم تا مثلا هر جایی که گلبانگ مسلمانی بود. ولی خب انقلاب ثابت کرد اینطوری نیست.